کمیسیون شکایت های انتخاباتی در پایان رسیدگی به هزاران شکایت از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آرای 109 محل مربوط به ولایت های کابل، بدخشان، غور و پکتیا را باطل کرده است و قرار است آرای بیش از 5000 محل رای دهی را در 21 ولایت کشور بازشماری کند. همچنین بر بنیاد تصمیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت های انتخاباتی 75 تن جریمه نقدی و 71 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه برکنار شدند که افراد معترض 3 روز برای استناب خواهی فرصت دارند. با این همه کمیسیون شکایت انتخاباتی از مجموع شکایات به ثبت رسیده نزدیک به 10000 شکایت را به دلیل نداشتن اسناد لازم غیر معتبر دانسته است که در مورد تصامیم کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در برنامه کنونی ارگ 98 بیشتر بحث میکنیم. بینده های عزیز سلام، به برنامه کنونی ما با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان احمد نوید، عضو ستاد انتخاباتی دولت ساز، همچنان بانو زرمینه کاکر سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، آقای میرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون انتخابات و آقای خالد عضو ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. بانو کاکر، بحث با شما آغاز میکنیم. جزئیات باطل شدن 109 محل بگوین که چی است؟ مشخص شده که در ولایت های کابل، بدخشان، غور و پکتیا، اما دلایلش گفته نشده که به چی دلیل. سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، همکاران در بحث و بیننده های عزیز شما. قسمی که شما میدادین خوشبختانه کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، کمیسیون ولایتی، کمیسیون شکایت انتخاباتی با اساس میاد 15 روزه که وقت داشتن توانستن بیشتر از 16500 شکایت که به ثبت رسیده بود بر از اینا رسیدگی کنن و نتایج خود ابلاغ کنن که یک دستاورد بزرگ در نخست به کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی بود. تعداد 109 محل را که شما ذکر کردین که باطل گرده، اینا محلات بود که در مورد این محلات به کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی شکایت در شده بود. بعد از بررسی های کلی هیئت کمیسیون ولایتی تصمیم بر این گرفتن که محلات باطل شد، ولی یک مورد باید ذکر کنم که این مرحله نهایی نیست. اگر تعداد از دسته های انتخاباتی در مورد فیصله کمیسیون ولایتی نظر دارن و یا هم قابل قبول بر از اینا نمی باشه، اینا 3 روز وقت دارن که استیناف هایی کنن و بعد از استیناف هایی بررسی کلی کمیسیون مرکزی خواهد داشت. بعد از بررسی کلی کمیسیون مرکزی نهایی ترین فیصله هیئت رهبری کمیسیون مرکزی خواهد کرد. جزئیاتش معلوم است که از این 109 محل چند محلش در بدخشان است، چندش در پکتیا، چندش در غور و چندش در کابل؟ مشخصا ارقامش برام فعلا معلوم نیست که چند محلات در کدام ولایت است، ولی در ولایت کابل، بدخشان، غور و پکتیکا محلات باطل گردیده. و در مورد تصامیم دیگه کمیسیون شکایت انتخاباتی که 75 نفر جریمه نقدی شده و 71 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفهشان برکنار، جزئیاتش چی است؟ این افرادی که جریمه شدن در چی سطح است و افرادی که مربوط به کمیسیون انتخابات است در چه موقف هستند؟ بسیار خوب، در نخست 75 نفر که جریمه نقدی شدن، اینا تخلفات انتخاباتی را انجام داده بودند که به اثر تخلفات انتخاباتی قانون ایجاب میکنه که اینا جریمه نقدی صورت بگیرن. اینا هم اشخاص هستند که در جریان پروسه انتخابات و همچنان در جریان مراحل بررسی های روز انتخابات اینا تخلفات انتخاباتی را انجام داده بودند و می اساس اینا جریمه نقدی صورت گرفتن. و به تعداد 71 نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که انفصال وظیفه صورت گرفته بودند، اینا کسانی بودند که در جریان وظیفه خود از وظیفه خود استفاده سوء کرده بودند و متاسفانه به اساس قانون به طرفی خود حفظ نکرده بودند. به می اساس بعد از بررسی های کلی کمیسیون ولایتی تصمیم بر این گرفتند که اینا انفصال یعنی مشخص نیست در چه سطح بودند، در مشخص تا زمان کردن مشخص تا زمان کردن نمیتونیم ببینین. این مرحله ابتدایی تصمیم ما است. این اشخاص میتونن یک دور دیگه استیناف خواهی کنن تا زمانی که مشخصا نهایی ترین فیصله را ما در مورد افراد نگرفتیم و واقعا ثابت نشه از آدرس کمیسیون مرکزی که اینا انفصال وظیفه صورت خواهد گرفتن، اینا میتونن یک بار دیگه هم شکایت استینافی خود به ثبت برسانن. بعد از بررسی کلی ما اسم از اینا را و جایگاه از اینا را شریک خواهد ساخت. و جزئیات در مورد بازشماری 21 ولایت که گفته شده در بیش از 5000 محل قرار از بازشماری شود چی است؟
به تعداد 5316 محله که در 21 ولایت به بازشماری میرن، اینا محلاتی هستند که دستهای انتخاباتی در مورد این محلات شکایت به ثبت رسانیده بودند که بعد از بررسی های کلی که میتونه ولایتی ما تصمیم بر این گرفتن که این محلات به بازشماری بره تا بعد از اینکه به مرحله بازشماری میریم با حضور ناظرین دستهای انتخاباتی و همچنان نهادهای ناظر مشخص شود تا نگرانی های دستهای انتخاباتی هم رفع شود و ما هم فیصله مشخص و قانونی خود بدیم. و این روند چی زمان آغاز میشه؟ پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته بود که روز شنبه، که روز شنبه هم گذشت، حال 3 روز سپری شد. بسیار خوب، ما منتظر ازی بودیم که کلن همه کمیسیونای ولایتی ما تصمیم بگیرن، چون کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد دادن که همه محلات را که شما به بازشماری قرار میدین مکمل لیست مکمل شه بر ما شریک بسازین. پس ما منتظر ازی موندیم که کلن ولایت ها تصامیم خود اخذ کنن، بعد از او بر ما مشخص شه و که چقدر محلات دیگه به بازشماری قرار میگیره، بعد از او ما مشخصا عمومی لیست با کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازیم. که امروز ما کنفرانس مطبوعاتی را که گرفته بودیم هیئت رهبری ذکر کردن که تا ترین فرصت امکان داره فردا و یا هم پس فردا مشخصا لیست محلاتی که قرار است با بازشماری بروند به کمیسیون مستقل انتخابات این لیست شریک خواهد ساختیم. تشکر آقای حق پرست. حال موقف کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت همکاری با کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟ پیش از این رئیس دالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که باید تمامی آرای صورت گرفته باید با بازشماری بره و تا یک برنامه منسجم. یعنی فکر میکنین که این برنامه منسجم چی است و چی زمانی باید در اختیار شما قرار بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با شما مهمانانتان و بینندگان تلویزیون سلام و ادب عرض میکنم. در این عرصه کمیسیون موقف نداره جناب جمالزاده صاحب، در این عرصه قانون تطبیق میشه. خب بر اساس قانون کمیسیون مستقل انتخابات زمینه تطبیق پلان و تصمیم باید بسازه. درست است، در این عرصه در قانون انتخابات هم در قانون سابق و هم در قانونی که تعدیل شده واضحاً چند ماده ما داریم و هم در طرز العمل های مشخص که بر کدام فیصله های کمیسیون شکایات کمیسیون مستقل انتخابات باید با وقت و زمان همکاری کنه و بر مبنای ماده 156 قانون اساسی که نظارت یک از بخش مهم و اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است، سر نظام انتخاباتی اگر احیانا از هر ادرس احساس کنه که نظام انتخاباتی صدمه میبینه، کمیسیون به حیث یک ارگان یگانه موقفگیری خود را مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات میگیره. در این عرصه هر دو کمیسیون، هدف هر دو کمیسیون تطبیق نظام انتخاباتی است. اما چرا هم از دو کمیسیون وقت هدفش مشخص است چرا هماهنگ نیستن؟ اجازه بدید، هم از لحاظ برد تطبیقی هم از لحاظ برد تامین عدالت. از برد تطبیقی که ما نمایندگی میکنیم کمیسیون مستقل انتخابات است و از برد تامین عدالت که کمیسیون شکایات است. هر دو کمیسیون وظایف مشخص است در قانون انتخابات و در طرز العمل های مشخص، هم از کمیسیون مستقل انتخابات و هم از کمیسیون شکایات. کمیسیون شکایات هم سمت کاریش بر اساس قانون انتخابات پیش میره و فیصله های خود را که به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکنه، کمیسیون بدون شک که او فیصله را عملی میکنه و تطبیق میشه به خاطر تامین. اما چرا رئیس دالانشای کمیسیون مستقل انتخابات پیش ازی گفته بود که در مجموع باید آرا بازشماری شود؟ خود ارتباط تفتیش و بازشماری، ما دو نوع تفتیش داشتیم. یک تفتیش است که بر اساس فیصله کمیسیون شکایات ما انجام میدیم و یک هم تفتیش بود که بر اساس شکایات ها و مثلا مشکلات مدیریتی و کمی و کاستی که در شش میزان داشتیم با کمیسیون مستقل انتخابات رسیده بود و کمیسیون هم خواهان تفتیش و باشماری شد. یعنی تفتیش و باشماری که از هر دو ادرس با پلانای مختلف انجام شده، با نظر داشت اصول در محلات و در مراکزی که تفتیش و باشماری یک بار از طرف کمیسیون انتخابات که مدیریتش به دست داره و کمیسیون شکایات من حیث ناظر است انجام شده، دوباره مجددا اصولا کمیسیون مستقل انتخابات موقف گیریش بر اساس قانون این است که ما مجددا باز به تفتیش و باشماری با محلاتی که ما تفتیش و باشماری کردیم نمیریم. خب حداقل در مورد تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی که 109 محل باطل اعلان کردن،
ای البته در مورد امو تصامیم است که کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گرفته، یعنی حال توجیه کمیسیون مستقل انتخابات چی است؟ یعنی تصمیم شما را در 109 محل اینا رد کردن و آرایش باطل کردن. از لحاظ قانون هر تصمیمی که کمیسیون شکایات میگیره و تصمیم باید بر اساس قانون انتخابات و طرز العمل مشخص باشه. یعنی این تصمیم فکر می اجازه بر اساس طرز العمل قانون اجازه ما نگفتیم که نیست. ما فقط میخوایم از لحاظ حقوقی مسئله را واضح کنم، نگفتم که یک قانونی است یا غیر قانونی است. وقتی که هر فیصله یا ابطال یا را صورت میگیره یا فیصله در ارتباطی باطل شدن مراکز و محلات صورت میگیره، باید مشخصا اسناد در دست خود وجود داشته باشه و وضاحت حق کمیسیون مستقل انتخابات است که وضاحت داده شود. یعنی ما با تعداد مراکز و محلات نمیتونیم که باطل اعلان کنیم در سیستم و او را اعلان کنیم. ما بر اساس اسنادی که از طرف کمیسیون شکایات میآید و مستند باشه، بر اساس قانون باشه، کمیسیون مستقل انتخابات تصامیم خود میگیره و درج سیستم میسازه. که یعنی بر اساس قانون کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت زیر داره که در برابر تصامیم کمیسیون شکایات استادگی کنه؟ ما نمیخوایم در برابر تصامیم کمیسیون خب وقتی میگین که اگر اسناد و مدارک وجود داشته ما باشه، ما نمیگیم قانون میگه که توضیحات وجود داشته باشه، اسناد مستند باشه، بر اساس اسناد فیصله شده باشه و کمیسیون مستقل انتخابات که ما در مقدمه اشاره داشتم بر اساس ماده 156 قانون اساسی دو کلمه آمده، مدیریت و نظارت. نظام انتخاباتی مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است. مدیریت هم از یک از صلاحیت های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و نظارت هم. شما دیدید در انتخابات ولسی جرگه وقتی کمیسیون شکایت اعلان کرد که ما انتخابات کابل باطل میکنیم، کمیسیون مستقل انتخابات موکبگیری خود اعلان کرد. بر اساس ماده 156 گفتیم که صدمه برای نظام انتخاباتی است، هیچ وقت قابل قبول برای کمیسیون مستقل انتخابات نیست. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای نوید، موقف دولت ساز در مورد تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و دوستایی که در بحث است و کسایی که میبینه برنامه را سلام عرض میکنم. ما خوشحال هستیم که کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی یکی از مراحل بسیار حساس و مهمی کارها و مدیریت خود پیش میبره. اینجای بسیار خوشحالی هست و ما استقبال میکنیم از مجموعه فعالیت ها و کارکرد هایی که کمیسیون شکایات داره. بحث دیگه است که ما به عنوان یک شریک انتخابات طبیعی که ملاحظات خود و دیدگاه خود در این زمینه داریم. هنوز 190 محلی که باطل اعلام شده و 5300 بالاتر که با باشماری و تفتیش اینا ارجاع داده بسیار میبخشین، هنوز اینا ابلاغ نشده که مربوط به کدام محلات است و چقدر از این مربوط به تیم ها هست. ما انتظار زیر داریم که اینا به عنوان یک شریک انتخاباتی ما را به ما ابلاغ بکنه و ارجاع بده که چی چیزایی کجا محلات مربوط به ما میشه. بحث دیگه ای که به عنوان ملاحظه ما داریم و بعضی از نواقص در شیوه بررسی شکایات دیده میشه است که تعداد زیادی از آرا چی ببخشین از محلاتی که در اونجا مشکوک بوده توسط شاکی ها یا کسایی که شکایت کرده اعتراض کرده، محلات به عنوان مشکوک تعریف شده اما در اونجا هم اینا شکایت کرده، در حالی که واضح در طرز العمل های اعتراضات وجود داره که باید محل شکایت یا مورد شکایت باید بسیار واضح و روشن و تعریف شده باشه که میخواد چی مورد شکایت بکنه. خب به مدلیل ممکن باشه که کمیسیون شکایات انتخاباتی نزدیک به 10,000 شکایت بله، رد کردن. بله، بحث دیگه ایست که در مورد دیگه ای که وجود داره ای هست که در بسیار جاها تفاوت رای محلاتی که با شماری سوق داده شده تفاوت رای، در حالی که ما در ماده 17 نتایج دیجیتالی
در اونجا در واقع در ماده 17 و فقره 2 در اونجا بسیار واضح و روشن آمده که تفاوت آرا از 1 تا 5 بسیار نرمال است. این هم در رویه های انتخابات دیگه کشورها معمول هست، مثل عراق بعض جای دیگه، و هم در طرز العمل صراحت و وضاحت داره که این تفاوت نرمال است و به او توجهی نمیشه. ولی از نظر قانونی فکر نمیکنیم که اگر 24,000 محل یک رای تفاوت وجود داشته باشه 24,000 رای میشه. بحث در این هست که طرز العمل وجود داره و با توجه به این که ما خود سیستم تکنیکی بایومتریک در افغانستان یک پدیده بسیار نو هست در پروسه انتخابات و طبیعی که اشکالات خود داره، و در این حال توسط متخصصین و افراد کارشناس در این زمینه ای بررسی شده که هم در رویه های انتخاباتی وجود داره یک رویه هست و هم در طرز العمل نتایج دیجیتالی هم ای ذکر شده، صراحت وجود داره. بسیار از شکایات دیده شده که در این مرحله، در حالی که شکایات 3 تا مسئله بسیار به او باید به باشماری بره، یکی مسئله تخطی هست، تخلف است و جرایم انتخاباتی هست، در حالی که تفاوت آرا هیچ یک از این 3 مورد شامل نمیشه. این هم به عنوان ما فکر میکنم یک چی هست، یک نقص است در این زمینه، یا در واقع یک ضعف است که این هم بعض جاها ما میبینیم که این وجود داره. بحث دیگر در این هست که یعنی تا هنوز محلاتی که در اونجا بر چی اساس این شکایات هست و چطور این شکایات پذیرفته شده، این هم وضاحت هنوز برای ما دادن نشده که کدام اینها بر اساس جرایم است، کدامش بر اساس تخطی ها هست و کدامش بر اساس تخلفات است. البته بعضیشون افراد اینا راجع به اونا آمده. ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایات های انتخاباتی که ما به عنوان یک طرف بسیار مهم در انتخابات هستیم، در این زمینه ها وضاحت بیشتری باید بده. تشکر. و به خاطر از این که ما چون ممکنه در بعضی موارد استناف خواهی و بعض مسائل دیگر هم داشته باشیم، بحث دیگه ای که مهم است و آخری هست است که ببینید در ولایات رسیدگی به محلات طوری شده که با تعارض و تناقض روبرو هست. مثلا در بعضی جاها در غور نزدیک 40 یا بالاتر محل در اونجا باطل شده که در اونجا مثلا رای واقعی هست، رای پاک است، رای بایومتریک شده هست که هیچ اشکال در اونجا نیست، رای مردمه، رای ملت افغانستان است. ولی در بعضی جاهای دیگه مثل مثلا در پنشیر یا جای دیگه که در اونجا مشکلاتی بوده، او آمده به اصطلاح در باشماری سوق داده نشده ولی در غور به باشماری سوق داده شده، در حالی که عین اشکال، عین شکایت در دیگه ولایت هست، او در جمله باشماری نرفته. یعنی این هم یک بنوان یک تناقض در کارهای کمیسیون شکایت انتخاباتی در این زمینه توضیح خواهد داد. آقای خالد، موقف ثبات و همگرایی چی است در مورد تصاویر تازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و حاضرین در مجلس، بیننده های تلویزیون، یک نقطه را اول میخوایم اشاره بکنم که زبان سخنگوی تیم دولت ساز همین رقمی که پیشتر اشاره کردند که 109 محل باطل شده گویا باشه که گفتن 190 محل، امیدوارم تقلبایی که صورت گرفته اونا هم باطل شوه. و بخش دومی که یک نقطه اشاره کردند که تفاوت 1 تا 5 اینا در نظر نمیگیرند و ماده 17 و بند 2 قانون انتخابات به یک نحو اینا تعریف میکنند. آنچه که ایشان بیان کردند چنین نامده در ماده 17 و بحث مهم اساسی، اجازه باشه، بحث اساسی است که زمانی که انتخاب رئیس جمهور بر اساس 50+1 میتونه که صورت بگیرم، ماده 61 قانون اساسی تاکیدش بر 50+1 است. وقتی که یک رای سرنوشت رئیس جمهور تعیین میکنه، چگونه ما میتونیم در 24,000 محل از 1 تا 5 در نظر نگیریم؟ اگر ما در هر محل 2 رای اضافه باشه 24,48,000 رای میشه. اگر 3 رای در نظر بگیریم به می ترتیبی 2 چند شده میره بالای تقریبا 1 لگ رای. شما ببینید یک نقض قانونی است. و نقض دومی
از این تیم دولت سازی است که ما تأکید ماده 45 قانون انتخابات هم برای 50 جمعیک است که یک رای سخنگوی کمیسیون انتخابات اینجا حضور دارن و امیدوار هستیم در این قسمت اینا هم وضاحت بتن برای یک رای تأکید میکنه که یک رای سرنوشت ساز است در پیروزی رئیس جمهور و بخش دومی که کمیسیون سهم شکایات تصمیم گرفتن امیدوار هستیم که تصمیمشان بیشتر مستقلانه بر بنیاد قانون و لوایح و طرز العمل باشه و به امی صلاحیت قانون اساسی افغانستان برای هر دو کمیسیون داده بود که متاسفانه کمیسیون انتخابات نتانست که صلاحیت خود من حیث یک مرجع مستقل اعمال بکنه و ما عملا دیدیم که یک نتایج پر از تقلب به نفع یکی از تیم ها که تیم دولت ساز است اعلان کردند که خلاف قانون انتخابات و لوایح و طرز العمل که اینا خود ساخته بودند عمل کردند. شما ببینید ماده 86 قانون انتخابات میگه زمانی که در یک محل یا مرکز موجودیت شکایت از اون محل صورت بگیره و اسناد مرجع وجود داشته باشه برای ارتکاب تخلف یا تقلب در روند انتخابات باید او صاحب مورد بازشماری یا قرنطین صورت بگیره که متاسفانه می چندین مواردی را که تیم ثبات همگرایی خدمت کمیسیون انتخابات پیشکش کرد اینا توجه بر از او نکردند که بخش آرایی که خارج از زمان بود عکس تکراری بود و آرایی که ثبت بایومتریکی نداشت حتی در حدود 100 محل کمیسیون انتخابات برای بازشماری برد که اونجا تنها ریزل شد بود ولی برگی رایگی نبود. خب حداقل موارد را که شما اشاره کردین شامل شکایت استثنایی است که قرار است کمیسیون شکایت انتخاباتی در موردش تصمیم بگیره. امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات شکایت بر بنیاد قانون تصمیم بگیره و تصمیم قانونی طبعا که قابل پذیرفتن است. در حال حاضر که جزئیات این تصامیم مشخص نیست، واضح نیست، واکنش ثبات و همگرایی چی است؟ میپذیرین و این که میخواین در این مورد جزئیات بیشتر بر شما ارائه داده شد؟ شکایت هایی را که ما خدمت کمیسیون سهم شکایات ارائه کردیم بر اساس مستند بوده و با اسناد شواهد و در قسمت هایی که اگر بر رد شده باشه شکایت های ما و در از او که به خلاف قانون باشه یا لوایح و طرز العمل ما میتونیم که حق استناف خواهی داریم استناف خواهی بکنیم و خب حداقل مورد را که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرد که نزدیک به 10,000 شکایت غیر معتبر دانسته شده از مجموع شکایاتی که صورت گرفته اما با در نظر داشت حجم شکایات را که ثبات همگرایی ثبت کرده ممکن است یک تعداد زیادی شکایات مربوط شما باشه که رد شود خب چگونه مستند بودند که رد خب در این قسمت تا هنوز کمیسیون سهم شکایات به جزئیات نرفته و ای احتمال داره که از تیمای دیگه که شکایت کرده بودن از اونا هم باشه و شاید بیشترین شکایت هم از تیمی که تقلب کرده شاید از اونا هم بیشترین از این شکایت های رد شده از اونا باشه یعنی منتظر میبونید تا جزئیاتش معلوم شه ما فقط منتظر به جزئیات هستیم تشکر بیننده های گرامی اکنون هم یک میان برنامه داریم به ادامه برنامه خوش آمدید بانو کاکر پرسش هایی را که آقای نوید مطرح کردن میخوایم مشخص پاسخ بدین گفتن که نواقص وجود دارد در تصامیمی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفتن حداقل در مورد بحث بازرسی و یا هم تفتیش آرا اشاره کردند که وقت میره به طرف بازشماری که 3 تا ویژگی داشته باشه تخطی وجود داشته باشه جرایم وجود داشته باشه و یا هم شکایت نسبت به تخلف بسیار خوب در پاسخ به حرف های آقای نوید باید بگویم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در نخست صلاحیت از این داره که بعد از بررسی های کلی که به اساس شکایت هایی که به ثبت میرسه تعداد از محلات یا هم باطل کنه و یا هم به بازشماری مجدد برن تعداد شکایت که به کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسیده بود که بیشتر از 16500 شکایت بود ما کاتگوری از اینا را قبلا شریک ساخته بودیم با رسانه و با دستای انتخاباتی که به چه تعداد از اینا جرایم بودن به چه تعداد از اینا تخطی ها بودن به چه تعداد از اینا تخلفات بودن و مواردی که با بازشماری میره در این موارد قبلا آقای حق پرست صاحب گفتن وضاحت داشته باشن که بیسیون اینا مواردی بودن که اکثریت محلاتی که باطل شده و یا هم اکثریت محلاتی که با بازشماری رفته بیشترین موارد از این موارد 300,000 رای بود که دستای انتخاباتی در این مورد جداگانه شکایت به ثبت رسانیده بودند که به کاتگوری ها تقسیم شده بود بعد از بررسی کلی که کمیسیون ولایتی مو داشت به جمع شکایت دیگه قرار به شد که این مراکز با بازشماری بره
بازشماری به معنای از این است که به نفع یک تیم خاص تصمیم گرفته شده باشه. تعداد محلاتی که مشکوک بود و بررسی هایی که ما انجام دادیم، دستای انتخاباتی که شکایت به ثبت رسانیده بودند، تعداد اسناد و شواهدی را که اینا به کمیسیون شکایت انتخاباتی تسلیم کردند، اینا تا جای معجب بود و قرار به این شد که محلات به بازشماری بره. یعنی شکایات به قسمت تخطی جرایم و تخلف وجود داشت؟ طبعا تعداد شکایت که جرایم انتخاباتی است، طبعا کسایی که جرم انتخاباتی را انجام دادن، اونا را ما رسما به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم بعد از جریان استنافی. تعداد محلات که تخلفات تخطی ها و یا هم هر آنچه که پروسه را صدمه میزنه اونا بوده، اونا به بازشماری رفته و کمیسیون ولایتی تصمیم گرفته. قرار است که اینا اگر شکایت دارن کدام مشکل در تصمیم کمیسیون ولایتی میبینن، اینا میتونن استناف خواهی کنن به کمیسیون مرکزی و کمیسیون مرکزی مشخصا تصمیم خود اخذ میکنه. گفتن که تناقض در تصامیم دفترهای ولایتی هم وجود داره. ببینین، اینا گفتن تعداد شکایتی که در یک محل به ثبت رسیده، همون شکایت در یک محل دیگه هم به ثبت رسیده. درست است، شکایت ها امکان دارد. ما بیشتر آمار شکایت تکراری را هم داشتیم، ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است. ما به اساس اسناد شواهد تصمیم میگیریم. شکایت را که هر دسته انتخاباتی بر ما به ثبت رسانیده بود، اسناد شواهد موجه باید تسلیم ما میکرد. ما به اساس اسناد شواهد موجه تصمیم گرفتیم. امکان داره عین شکایت در ده محل به ثبت رسیده باشه، ولی در دو محل اسناد شواهد وجود داشته باشه، در محلات دیگه وجود نداشته باشه. طبعا بدون اسناد و شواهد موجه ما تصمیم خود نمیگیریم، چون ما محکمه انتخاباتی هستیم. به هر محکمه معیار اسناد و شواهد است که میسون شکایت انتخاباتی هر فیصله را گرفته، به اساس قانون گرفته. همه موارد ما ابلاغ کردیم و جوانب زی دخل با دسته های انتخاباتی با همه تفصیلات بر از اینا نتایج ما ابلاغ شده. اینا میتونن به اساس از اونا شکایت خود استنافی به ثبت برسن. تشکر آقای حق پرست. بحثی که در قسمت تفاوت آرا در محلات وجود داشت 1 تا 5، واقعا در طرز عمل چنین گپی وجود داره که ما اشکال نداره؟ خود در از لحاظ منشای حقوقی کمیسیون، منشایش در قانون اساسی است. قانون اساسی باز اشاره کرده بر قانون انتخابات که بر مبنای قانون انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات کارهای خود به پیش میبره. با خاطر انسجام کارهای کمیسیون، طرز العمل های مشخص وجود داره، فیصله های مشخص وجود داره و همچنان لایحه داریم که طرز العمل هم در بخش باشماری و تفتیش و همچنان لایحه مشخص درجه وجود داره. در وقتی که ما میریم به طرف اجازه بدید چی گفته؟ ما میخوایم این را توضیح بدم. وقتی که میریم به طرف تفتیش و باشماری، مطابق لایحه‌ای که وجود داره و مطابق طرز العمل مشخص که وجود داره، ما باشماری و تفتیش انجام میتیم و از نگاه حقوقی این مسئله تحلیل شده بر اساس وضعیت عمومی کشور و ما نمیتونیم که هر کسی ما تفسیر قانونی داشته باشیم که چرا کمیسیون طرز العمل در این بخش به این رقم به تصویب رسانده. این از صلاحیت های کمیشنر صاحب است که اینو به خاطر منافع ملی کشور، به خاطر وضعیت عمومی، این طرز العمل به خاطر تفتیش و باشماری معقول دانسته که این پرسش نیست آقای قاسم که چرا طرز العمل ساخته شده. در محلی که مطابق طرز العمل اجازه بده، در محلی که اوجا تفاوت وجود داشته باشه که تعدادش از 5 کم باشه، ما او را فراد گفته نمیتونیم و شک هم نداریم سرش و باشماری و تفتیش هم نمیشه. وقتی که شک و تردید ایجاد شد و این تعداد از 5، شماره 5 زیاد بود، تفاوتش با ریزلشیتایش، هم ریزلشیت الکترونیک و هم ریزلشیت فیزیکی، باز ما میریم با شماری و تفتیش که هم لایحه موجود است و همچنان طرز العمل. در این شکی نیست که وقتی که تصامیم کمیشنر صاحبا گرفته میشه، هم قانون اساسی، هم قانون انتخابات، هم قانون احزاب سیاسی و هم قوانین دیگر مطالعه میشه، از لحاظ حقوقی یک تصمیم درست ایجاد میشه و این معقول نیست که هر شخص در صلاحیت های کمیشنرای کمیسیون مداخله کنه و خود را از لحاظ حقوقی قانوندان بدانه و تفسیر کنه که چرا این تصمیم گرفته. این از صلاحیت های کمیشنر صاحب است که چرا گرفته. خب بحثی را که آقای خالد مطرح کردن، حداقل به نمایندگی از خودشان مطرح نمیکنن، به نمایندگی از ستاد ثبات و همگرایی گفتن که صلاحیت های خود کمیسیون نتانسته
به گونه مستقلانه اعمال بکنه و به سود یک تیم مشخص که هدفشان دولت ساز است تصمیم گرفته شد. خود این عرصه اگر اسناد مشخص در دست خود داشته باشه که استقلالیت کمیسیون نقص است، صحبت هایی که ما شنیدیم مثلا زیر تاثیر ارگ است، خود این اسناد مشخص با بیننده تلویزیون، با ملت افغانستان، با شما، با کلی با ارگان های عدلی و قضایی، با کمیسیون شکایت شریک کنه. تا حال خودم به حیث سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات یک کاغذ ایفو را ندیدیم به حیث سند مشخص که از طرف یک تیم به ما داده شوه و ما ببینیم که واقعا کمیسیون استقلالیت خود از دست داده، واقعا ارگ مداخله میکنه در کمیسیون مستقل انتخابات. تنها صحبت های شفاهی و صحبت های رسانه ایست، سند مشخص وجود نداره. در این عرصه باز ما اطمینان میتیم که ایم ثابت شد در شش میزان که کمیسیون ما ادای انتخاباتی بهترین نمیکنیم، اما بر اساس وضعیت عمومی کشور که ما در یک کشور عقب مانده در یک جهان سوم قرار داریم یک انتخابات خوب کردیم و از حوصله‌مندی هر فرد ای جامعه ما سپاسگزاری میکنیم. تشکر. و از کل تیمایی که در این روند همراه کمیسیون مستقل انتخابات، همراه کمیسیون شکایات است، خواهش هر دو کمیسیون ای است که بر مبنای اسناد صحبت کنه. تشکر. آقای خالد، در مورد اسناد و مدارکی که اینا استدلال میکنن گویا که کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت خود حفظ نکرده و همچنان به سود دولت ساز کار کرده، چی است؟ یک، نقض ماده 86 قانون انتخابات است. دوم، نقض ماده 19 تعدیل شده قانون انتخابات است که اساس انتخابات رای بایومتریک تعیین میکرد که اینا را اینا نقض کردن. آرای غیر بایومتریک وارد سیستم شده، او آرای عبارت است غیر بایومتریک، در حالی که کمیسیون همواره تاکیدش اجازه باشه اعتبار دادن اسناد موجوده که خدمت کمیسیون انتخابات در آغاز بعد از ختم رایگیری صورت گرفت. یکی همین بحثی 1/2012 رای خارج زمان بود که استفاده شده بود، یک بخش و 1,37,000 رایی که از دستگاه دومی وارد سیستم شده این بخش دومی بود و به می ترتیب 2400 چند محلی که اساس بایومتریکی نداشت، 2420 اساس بایومتریکی نداشت این محل. اینا را بارها تاکید کردیم که کمیسیون انتخابات توجه بکنند، بررسی بکنند. بعد از اینکه بررسی صورت گرفت، بازشماری از اینکه صورت گرفت، باز همین موضوع را شما نهایی بسازید، بعد شما به کمیسیون سهم شکایات روان بکنین. خب بدون از اینکه کمیسیون انتخابات این را در نظر بگیره، اجازه باشه بدون از اینکه این را کمیسیون انتخابات در نظر بگیره، این آرا را وارد سیستم ساخت. سخنگوی کمیسیون انتخابات بیان میکنه که از 1 تا 5 مشکلات افغانستان را در نظر میگیرند. کدام منطقی را میپذیره که در حداقل اگر ما بگیریم 10,000 محل، در 10,000 محل در هر صندوق 2 رای اضافه باشه، این 20,000 رای میشه. 20,000 رای نمیتونه تغییر در ارقام نتیجه عمومی بیاره، یک بخش دیگه. بخش دومی، عملا سخنگوی کمیسیون انتخابات قانون اساسی و ماده 61 قانون اساسی و ماده 45 قانون انتخابات نقض دارن. از دیدگاه شما؟ از دیدگاه من نه، از دیدگاه قانون. از دیدگاه شما ببینید، ماده 61 اجازه باشه که ما نقض ماده 61 قانون اساسی یک رای درست است، اعتبار میته بر سر پیروزی رئیس جمهور است، اما این شما چگونه با کدام طرز العمل تصویب طرز العمل و لایحه اصلاحیه کمیشنر اجازه باشه، من از بحث شما مداخله نکردم، درست است؟ اما بحث تام منطقی نیست که نوبت تام کامت که اونا صحبت خود بکنه. نوبت تام کامت هر آن چی که در گذشته انجام دادین و تقلبات را که وارد سیستم ساختین باز هم شما صحبت بکنید. اجازه باشه، میدونم سند، به خاطر از اینکه شما به یک جون لمبیدین جان برادر،
خود سنت نداری امی امی خب آقا خالد حال موردهایی را که خدمتت عرض کردم بیایی در حضور رسانه ها دوباره میریم به بازشماریش چرا همین مورد شما مورد بررسی؟ تا قیامت دیگه انتخابات ادامه داشته باشه تا قیامت نداره خب شما مشکل ایجاد کردین در انتخابات افغانستان این دوباره است که انتخابات افغانستان را به گند میکشانین به نفع یک تیم نمیشه که دیگه آرای مردم را دزدی بکنین به نفع یک انسان استعمال بکنین از برای خود این مردم عزت داره در بدترین حالت مردم به پای صندوقای رای رفته جان خود در خطر انداخته تهدیدات امنیتی را پذیرفته تو بیا یک قانون به دل خودت بساز ما لوایح جور کردیم ولی قانون اساسی وقتی یک رأی اعتبار میته به پیروزی رئیس جمهور او را نقض میکنی قانون انتخابات ماده 45 که یک رأی اعتبار میته به پیروزی رئیس جمهور او را نقض میکنی و الان مشکلات افغانستان از حوادث طبیعی است ما به این خاطر از یک تا 5 رأی در نظر نمیگیریم کدام منطقه میره میپذیره تشکر آقای خالد بیننده های گرامی اکنون هم یک میان برنامه کوتاه میگیریم زود برمیگردیم به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای نوید موارد را که آقای خالد ربط دادن مبنی بر این که کمیسیون مستقل انتخابات گویا به سود دولت ساز تصمیم گرفته بحث 102,000 137,000 و همچنان تفاوت 1-5 رای و همچنین 2424 محل تمام این موارد شامل شکایات استثنایی کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اگر واقعا کمیسیون شکایات بیاید تصمیم بگیره و ادعای ثبات و همگرایی درست برایه در اون صورت شما مورد پذیرشتان خواهد بود؟ ما به عنوان یک طرف انتخابات که مدیریت و نظارت انتخابات و پروسه انتخابات دو کمیسیون انجام میده طبق قانون و لوایح و طرز عملها پس یک اصول وجود داره یک قاعده اینجا وجود داره ما باید اگر معتقد به دموکراسی استیم باید ما حوصله مندی قضاوت و رهبری و مدیریت کمیسیون ها را باید داشته باشیم این یک موضوع بسیار مهم است احترام باید به اینا بکنیم دومی دیگه نباید ما عملکرد و کارکرد از اینا را بر اساس منافع خود تشخیص بدیم اگر اینا بر اساس منفعت خود ما مثل که ثبات میگه عمل کرد یا اعلام کرد او خوب است و اگر نکرد بد است این من فکر میکنم که خود این نظامی کار و همی دید ضد قانون و برخلاف اصول است این را ما باید خدمت شما عرض بکنم بحثی که شما اشاره کردین ایشان مسئله تقلب گفت ببینید آیا کمیسیون انتخابات و شکایات تا روز اعلام کرده که تقلب کرده چطور ما بدون سند و بدون وجه و دلیل یک تیم میگیم تقلب کرده ما فکر میکنم نیتی که در پشت سر این حرفا و این تبلیغات وجود داره تیم ثبات دنبال خراب کردن پروسه انتخابات نه عقیده داره نه دنبال دموکراسی است و نه اینا از درون دموکراسی رشد کرده شما چطور میتونید با عناصر ضد دموکراسی و دموکراتیک دموکراسی رو بیارید کسانی که 40 سال بر اساس زور بر اساس وحشت و بر اساس ترور حکومت کرده امروز می به دموکراسی تن میده هرگز تن نمیده این فشارهای مختلف است که نامده این هم بس بحثی که شما راجع به زمان گفتید ببینید اصلا بحث زمان نیست ما چیزی به نام خارج زمان وجود نداره خب ببینید اشتباهات زمانی ببینید 111 شکایت که در بالا 112000 112000 چه خمه 11 تا سند حقوقی قانونی و شاهدای عینی وجود داره امنیتی وجود داره 11 تا دلیل که زمان درسته عملیه رایدهی پروسه رایدهی بسیار منطقی معقول و بر اساس منطق صورت گرفته مردم آمده در ساعت معین در روز معین این تفسیر خارج زمان غلطه که تیم ثبات به کار میبره این اشتباه دستگاه هاست که در سه ماه در طول سه ماه نشان میده حتی بعد از قوس در هفته قوس هم نشان میده که در حالی که اینا در مرکز دیجیتال سنتر در اونجا اینا محفوظ بوده دستگاه ها اینجا اشتباه و تخطی وجود داره زمان عملی رایدهی در اونم روز است و این ترتیب داره خصوصا در مراکز زیادی در تخار و در بامیان و در بسیار جاها که خانم ها را شو نشان میده این اشتباه کیه این واقعا نمی کار صورت گرفتن هرگز اصل خارج زمان تعبیرش نادرسته بی نظمی های زمانی است بحث دیگه ای که در اینجا وجود داره در بخش 137,000 ببینید باز هم متاسفانه تخطی وجود داره در اینجا صحف وجود داره در حالی که
تمام آرا اونمو شرایط داره، ناظرین از اونا امضا کرده، شوکی نبوده ناظرین از اونا، یا به زور ناظرین از اونا رو کس سر از اونا امضا کرده، عملیه صورت گرفته، گزارش های امنیتی وجود داره، مردم در اونجا رفته، ترتیب رایدهی هم بسیار معقول و منطقی هست، و در عین حال در اونجا گزارشی که در اونجا آمده هیچ گونه تخلف و تقلبی در اونجا گزارش نشده، یعنی تمامی شواهد و قرائنی که برای روز رایدهی هست در اونجا هیچ گزارشی تخلف وجود نداره. اما بس در یک اینو آمده ببینید اندک از آقای نوید رای حل بگوین که چی شد باید منتظر رای حل ببینید. اصلا زبان دخالت، زبان قضاوت عاجل و پیش از زمان رو باید نباید داشته باشیم. ما احترام داریم به کارکردهای کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات. ما اعتراض داریم، اعتراضات خود کردیم. ایشان میگه که مثلا بیشترین شکایت از تیم دولت سازه. من میگم قربان، شما 8000 شکایت کردین، 50% باطل شد، گفت غیر مستنده. اصلا سیاست تقلب سازی و سیاست شکایت سازی تشکر. از تیم ثبات است که زیر سوال ببره. اینجا معلوم شد در حالی که از ما 3300 ما معتبر شناخته شد. تشکر، تشکر. ما امیدوارستیم که اینا بتونه در جنبندی اگر کوتاه در مورد 111000 شکایت استثنایی بگوین که چگونه در موردش تصمیم گرفته خواهد شد. 111 مورد شکایت هستند که کمیسیون ولایتی تصمیم نگرفتن و اینا را راجع ساختن به کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی. اینا موارد هستند که بیشتر از اینا موارد است که میچرخه روی موارد 300000 رای و مواردی که در کتگوری الف و یا هم موارد جدی قرار گرفته بود که انشالله در این جریانه که ما شکایت استثنایی را بررسی میکنیم، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به شکایت استثنایی هم رسیدگی خواهد کرد و بعد از 15 روزه که میاد دارن کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی بررسی خود تمام خواهد کرد و نتایج ابلاغ خواهد کرد. تعدادی از ولایات که نتایج ابلاغ شده به دستای انتخاباتی، هر آن موردی که بر از اینا مشکوک است و یا هم فیصله هایی که میتونه ولایتی بر دستای انتخاباتی قابل قبول نمی باشن، اینا در میاد 3 روز وقت دارن که شکایت استینافی خود به دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت برسانند تا کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی به قضای استینافی از اینا رسیدگی کنه. تشکر آقای حق پرست. در نهایت امر آیا ارادی همکاری با کمیسیون شکایت انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره و اینکه باز اعتراض میکنه؟ قانونا کاملا مطابق قانون تعهد داره کمیسیون مستقل انتخابات که هر فیصله کنونی کمیسیون شکایات تطبیق کنه، که در این عرصه امروز هم بین ریاست دارالانشا و همچنان رهبری کمیسیون شکایات یک نشست بود و ملاقات هم داشتیم و سر یک سلسله مسائل صحبت هم شد. اما هنگی پیلن وجود داره و توقع کمیسیون، هر دو کمیسیون از صدات های مختلف همیست که پیش از وقت قضاوت نکنه و با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت وقت داده شود تا به وقت و زمان مطابق قانون کارهای خود انجام بده. اگر احیانا عدالت تامین نشود در این عرصه مشکلات وجود داشت. تشکر. وقتی استناد خواهی هم موجود است در این عرصه کمیسیون شکایات من حیث یک نهاد محاکمه انتخاباتی عدالت تامین میکنه. تشکر. و کمیسیون هم بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات کارهای خود به پیش میبره. تشکر آقای خالد. موافق هستین که منتظر باشین تا اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی تصامیم خود نهایی بسازه، بعد از او اعتراض بود؟ من یک نقطه را میخوام اشاره بکنم برای کوتاه، چون یک دقیقه فرصت ساز اونا بحث 40 سال گذشته را مطرح کردن. در 5 سال که پیش چشم ما گذشت که کشور آقای غنی متضرر ساخته بود، در 40 سال گذشته چنین کشور ضرر ندیده بود. یک بخش شکایاتی که گفتن بیشترین شکایات از تیم ثبات همگرایی بود، عمق فاجعه تقلب اینا را نشان میداد که شکایات بیشتر صورت گرفت. بخش سومی که اینا مشکل در دستگاه انداختند، بحث دستگاه مسئولیت کمیسیون انتخابات بود و در آخرین روزی که دستگاه از مرکز به ولایت منتقل میشد کمیسیون مسئولیت داشت و او دستگاه چک شده بودند تمامش، یعنی هیچ نوع عوارضی در دستگاه وجود نداشت. و بخش سومی که در قسمت سوال شما پاسخ ارائه بکنیم این که ما منتظر ازمی هستیم که کمیسیون سهم شکایات بر بنیاد قانون تصمیم بگیره و امی آبروی ریخته شده انتخابات افغانستان اینا جمع بکنن و حق به حقدار بسپارند. که احمد برنده است، محمود بحث جدا است، ولی انتخابات در افغانستان مطابق به قانون جا پیدا بکنه. تشکر. این مهم است به مردم افغانستان. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان. بیننده های عزیز، شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه ما بودن. تا برنامه بعد، خداحافظ.